ما بدین در نپ حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو وادی عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو، از پی قافله با آتش آه آمده ایم. عرض به حضورتون که سلام عرض کنیم خدمت یاران و همراهان گرامی، امید که تندرست باشید، از بر شما خوش. همونطور که آگاه هستید سلسله نشست های به عنوان آتش آه در حال برگزاری است که از 26 فروردین نشالا تا 23 در جریان هستش و محور اصلی این جلسات و این برنامه ها بر اساس نیایش استوار شده و هر شب هر جلسه در خدمت یکی از استادان گرامی این حوزه و حوزه‌های مختلف و حتی ادیان مختلف مثل زرتشتی و کلیمی هستیم. امروز در خدمت آقای دکتر مهدی محبتی هستیم در حوزه مناجات و نیایش هایی که از حضرت عطار نیشابوری برای ما نقل شده. همونطور که آگاه هستید، خب عطار نیشابوری رو بعضی از استادان خالق وحدت وجود، یعنی در واقع ابداع کننده نخستین نظریه درباره وحدت وجود دونستن. حالا باید نظر آقای دکتر رو هم در این باره جویا بشیم. عطار در مثنوی ها و در حتی آثار منصور خودش صحبت های زیادی درباره صفات و اسماء الهی کرده، بعد از نیایش هایی که در منظومه های خودش آورده و خب این یک جریان روتین و عادی هستش در همه آثار اون دوران. ولی خب شاید بشه مناجات های عطار رو با نگاه دیگری در واقع بهش توجه کرد. خب نیایش و ستایش یک بعد خیلی عادی از زندگی هر انسانی هستش، حالا الزاماً هم نمیتونیم بگیم برای ادیان آسمانی و هر کس در هر اعتقادی در هر چارچوب اعتقادی که باشه نیایش میکنه، ستایش میکنه اون ربی رو که میپرسته. ولی خب این قضیه در باره شاعران و شاعران مسلمان کمی فرق میکنه، چون اونها یک در واقع قدرتی دارن در بیان و یک حربه‌ای دارن که میتونن با اون خیلی بهتر مقصودشون رو برسونن، اون هم دستمایه شعر هستش. آقای دکتر من بیش از این پرحرفی نمی کنم و از شما خواهش می کنم که درباره شیخ بزرگ سخن رو آغاز بفرمایید. در خدمت خواهش می کنم. خیلی متشکرم خانم دکتر. مدت این مثنوی تأخیر شد، مدتی شما رو زیارت نکردیم. خواهش می کنم. و از تهران تشریف بردین ظاهرا، ان شاءالله که هر جا هستید خوش و سرحال باشید. و سلام عرض میکنم. زنده باش آقای دکتر. من یک مطلب رو هم عرض کنم که ما این جلسات رو به لطف و همت خانه اندیشمندان و علوم انسانی و مؤسسه سروش مولانا و مؤسسه سرو سایه فکن در خدمتون هستیم که این سه نهاد دست به دست هم دادن که این سه نهاد هستش. ممنون میشم، بفرمایید. بله، عرض کنم که ابتدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و تشکر میکنم از دست اندرکاران این برنامه که حقیقتا در این دوران اینو گرماست، اینو روشنیست به خانه ها، به دل ها، که انشاءالله اجرشون با همه کسانی که در این راه زحمت میکشند با خداوند بزرگ باشه. اما در مورد موضوع امروز که نیایش باشه در نگاه عطار، من ابتدا مقدمی رو عرض بکنم خدمت شما بینندگان، بعد وارد اصل ماجرا بشیم. ببینید، نیایش های عطار از سنخ نیایش هایی که معمولا در ذهن ما هست از دیگر عرفا نیست. منظورم اینه که نیایش های عطار نوعی در حقیقت
همسویی با دل دردمند همه ما هست. یعنی اینجوری است که یک نیایش های انتزاعی ذهنی خشک بر کنار از زندگی و در حقیقت بی ربط به زندگی و آدم ها باشه. بله. شاید بشه گفت که نیایش های عطار حرف دل همه ما هاییست که همین امروزه گرفتاریم و باهاش مشکل داریم و نمیدونیم با خدا با چجوری حرف بزنیم. حالا من نمونه ها رو عرض خواهم کرد که منظورم چیه دقیقا. و این خیلی فرق میکنه که با مثلا نیایشی که آدم میخونه به به هم میگه لذت هم میبره ولی احساس نمیکنه حرف دل خودشه، بخشی از وجود خودشه این حرفا. و از این جهت بر حال نیایش هایی که در عطار هست دغدغه بیشتر آدم هایی است که در زمان قرن 21 هم میخوان با خدا صحبت کنند، اما وسط اما که نمیدونن که چجوری باید حرف بزنن. خود عطار میگه منم میمونم، خدای چجوری باید حرف بزنم که تو ناراحت نشی، در این حال حرف دلم هم زده باشم. همه این چیزها رو حالا نمونه ها رو خواهیم گفت که انشاءالله بعدن. نکته دوم اینه که در حقیقت نیایش های عطار نوعی ایجاد تعادل بین دو سویه وجود. عطار اینجور نیست که جهان رو یک سویه نگاه بکنه، مثلا مثل بعضی عرفا بگه این جهان جهان احسنه، نظام احسنه، همه چیز سر جای خودشه، هیچ مشکلی نداره و عاشق هم بر قهر و بر لطفش بجد، یا بگه که جهان چون چشم و خط و خال ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوز. نه، عطار از دو سه جهت با خدا در حقیقت حرفهایی داره که بهش میگیم گفتگوهای تنهایی، گفتگوهایی که همه ما در خلوت به اون رو میاریم و با خدا حرف میزنیم. حالا با این مقدمه میتونیم وارد اصل بحث بشیم. بله. اگر نکته شما دارید بفرمایید، من بحث میکنم. آقای دکتر بفرمایید، استفاده میکنید. خواهش میکنم. عطار خب در همه آثار خودش در واقع با خدا حرف میزنه، اصلا میشه گفت کل آثارش نوعی نیایشنامه است، همش غزلیاتش، رباعیاتش، حتی چند تا قصیدهش، اسرارنامهش، الهینامهش، منطق الطیرش، مصیبتنامهش و همه اینا. چون فرصت کمه من فقط از یکی از کتابهاش که مصیبتنامه باشه سعی میکنم با توجه بر اون نکته های عطار رو مطرح بکنم که منظورش از نیایش چیه. ببینید در آغاز مصیبتنامه وقتی شروع میکنه با نیایش به خدا میگه که خالقا بیچاره کوی تو هم، سرنگون افتاد دل سوی تو هم، ای جهانی درد همراه همز تو، درد دیگر وام میخواهم ز تو، رنج برد کوی تو رنجی خوش است، درد تو در قعر جان گنجی خوش است، هر چه خواهی میتوانی کرد تو، هیچ گردان هر دمم این درد تو، گر نماند درد تو عطار را، او نخواهد کافر و این دار را، درد تو باید که جان میسوزدش، پای بر آتش جهان میسوزدش، اما درد تو باید دلم را درد تو، لیک نه در خورد من، در خورد تو. خب بعد درد چندانی که میدانی فرست، لیک دل را نیز یاری میفرست. این همه درد میده خدا، داره نیایش میکنه با خدا. بله. این همه درد میدی، این همه مشکل برای من ایجاد میکنی، آیا توانش همه من میدی که اینا رو تحمل بکنم؟ آیا وقتی که مثلا این همه مصیبت ها میاد، اصلا خود کتاب مصیبت نامه به همین معناست دیگه، نه اینکه عطار میخواد ذکر مصیبت بکنه، جهان رو مصیبت میدونه، اصلا میگه این جهان با این وضعش مصیبت اصلا. حالا میگه این دردایی که فرستادی خدایا اینو اینجوری، بعد در سه زمینه دردا رو مطرح میکنه. یکی دردهای جسمی که صبح تا شب میبینه در مغازهش، در عطاریش. بله. یکی اومده گوشش درد میکنه، یکی دلش درد میکنه، یکی دردهای درونی که آدم ها مثلا مش سالمه، دندون درد نداره، دل درد نداره، سر درد نداره، ولی بیتابه. یکی دردهای اجتماعی که مثلا نه دلش درد میکنه نه بیتابه، ولی فقر داره، مشکلات اجتماعی داره، ظلم رو میبینه، بی‌عدالتی رو میبینه، به همین خاطر
در این سه حیطه که یک طرف ماجراست، یه ما طرف ماجرام چیه که خدای اصلا برای چی ما را آفریدی؟ از آمدن و رفتن ما قضیه چی بود؟ اگر معناست چرا به ما کامل نمیده این معنا را؟ اگر بی معناییست نعوذ بالله، چرا پس ما باید اینقدر درد باد بکشیم؟ با این مقدمات میره به سمت چی؟ میگه در میان راه تنها ماندم، کس ندارم، بی سر و پا ماندم. ای کسی هر بی کسی، بس بی کسم، ناکسیم را کسی باش، این بسم. گر من بی کس ندارم هیچ کس، همدم من تا ابد یاد تو بس. حالا این مناجات رو که از اول مصیبت ما گفتیم، میریم وارد در واقع معرفت شناسی نیایش های عطار میشیم. در حقیقت سه حیطه. بله. یکی از حیطه گفته هایی که عطار در باب وجود مطرح میکنه، یکی در باب خود علم و معرفت مطرح میکنه، یکی هم در مورد عرفان و شخص خودش. در این سه زمینه حرفای زیادی داره عطار. دقیق بفرمایید که عطار خانم دکتر در پرتو تلالو مولانا یه مقداری مغفول مانده تو جامعه ما. بله. از بس مثلا حضرت مولانا رو زوم کردن روش، بزرگ کردیمش و در حقیقت آفتاب تابانی واقعا، اما نباید یادمون بره که یک خورشید بزرگم هست به نام عطار. که حتی به نظر شخص من عطار عرفانش، سبکش و زبانش با انسان مدرن خیلی همسوتره. یادتون باشه که مرحوم فروزانفر در مورد عطار داره میگه که از جمله آدم هایی است که باید 400 سال دیگه 500 سال دیگه بشر بره تا برسه به حرف عطار. اینو در مورد مولانا نمیگه. کی اینو میگه؟ فروزانفری که همه عمرشو برای مولانا گذاشته. این نکته اینجاست. حالا اگر که لازم بود من نمونه های دیگر عرض میکنم، اگه نکته هست بفرمایید. خواهش کنم. آقای دکتر، صحبت از مصیبت نامه کردید، یک مطلب به ذهن من رسید که شما میفرمایید که حالا عطار روی سخنش با این هستش که مصیبت هایی که دامن انسان رو میگیره، چرا زیاد به شرایط مجانین العقلا و دیوانگان اشاره شده در مصیبت نامه؟ یعنی آیا این همسویی با اون مصیبت ها داره به نظر شما؟ البته بله. عرض کنم که عطار خب مجانین العقلا رو در همه کتاباش مطرح میکنه، ولی بیشتر در مصیبت نامه. یک نوع در واقع روش بیان، ترفند بیانی، متدولوژی کاره، روی کرده. برای که خیلی از حرفهایی که میخواد بزنه در مورد الهیات، وجود و جامعه مستقیم نمیتونه بزنه، یا گیر میفته یا مشکل براش درست میکنن. بله. سرنوشت این الغزات و سهروردی پیش چش میشه، میبره در زبان مجان العقلا. ولی در این حال اینجور نیست که همه حرفاش از زبان اونا بزنه. بله. خودش هم خیلی جا مستقیم حرفش رو میزنه. حالا برای اینکه دوستان بدونن هیته نیایش های عطار در حقیقت چقدر نوعه، چقدر، من یه داستان خیلی کوتاه رو در دو سه سطر میخونم از این مصیبتنامه. لحظه غرق شدن فرعونه. بله بفرمایید. فرعون میخواد غرق. بله. میخواد فرعون نیایش میکنه با خدا. چون همین شد غرق فرعون آن زمان، از لجن پر کرد جبریلش دهان. نیمه قول شهادت گفته بود، در دگر نیمه ز عالم رفته بود. داشت میگفت خدای من اشتباه کردم. کی؟ فرعون. یادتون باشه فرعون کیا. بله. داره با خدا میگه خدا اشتباه کردم، من نباید ندای خدایی میکردم، من بشرم. ولی نصف دهنش رو جبریل پر از لجن کرده بود که دیگه تو داشت غرق میشد در. بله. از کرم گفتی که ای روح الامین، خدا انقدر کرامت به خرج داد با فرعون که به جبریل گفت که گر تمام این قول گفتی آن لعین، 400 سالش گناه کافری کردمی محو از کمال قادری. یعنی عطار نوع نگاهش به نیایش اینجوریه که میگه حتی مانده ترین آدم ها، رانده ترین آدم ها از درگاه حق ناامید نیستن، نباید باشن، ما هم نباید نامیدش میکنیم. بعد به جبرئیل میگه چرا دهنشو پوری بستی که نتونه اقرارشو بکنه. برای همین قضیه باز یه جای دیگه هم حرفای عجیبی داره خانم دکتر. عطار نداریم تو دکونه هیچ عطاری. تو دکونه هیچ عطاری نداریم. بله آقای دکتر، میونه کلام من ذهنم رفته دخل و تصرفاتی که ممکنه
جناب عطار خودش ایجاد کرده باشه در داستانهایی که بعد مولوی ازشون عبرت گرفته و او هم به تبع دخل و تصرف کرده. منتها مولانا خیلی وارد نمیشه، یا باهوشه، یعنی باهوش به معنا که میدونه مخاطبش تحملی حرفا رو نداره. یعنی یه ذره وارد میشه، پاشو تو آب میذاره، پولی میکشه بیرون. مثلا در اونجا که میپرسه سر غلبه ظالمان، حضرت موسی علیه السلام از خدا میپرسه خدای چرا در هر زمانی تو ظالمان رو مسلط بر ما میکنی؟ بعد میره جلوی مقدار مولانا، فوری احساس میکنه که ماجرا خیلی نباید ادامه بده، کاتش میکنه، قطعش میکنه. اما عطار با ترفند چی بیان، یعنی قصه در قصه هایی کردنی که هر کسی قادر به کشفش نیست. بله. یعنی دستش مثل مولانا رو نیست باز. بله. خیلی پیچیده است متدولوژی عطار. یه جای دیگه داستان فوق العاده عجیب نقل میکنه از در همین در واقع وقتی که سالک فکرت میره پیش حضرت عزرائیل و میگه که حقیقت دست کیه، چطور من به حقیقت برسم، آروم بکشینم. خب نیایش تا وقتی که متکی بر یک معرفت عمیقی نباشه، متکی بر یک شناخت درستی نباشه، چی میخوای بگی تو اصلا؟ ما کی میخوای بگی؟ لطیفه رو من اینجا نقل میکنم از شیخ بهایی. یه روز نشسته بودم، برای که خب ما که نباید همش قصه بخوریم، که عرفان نیومده که فقط قصه به دلها بده، که شادی هم میده. نشسته بودن که خدایا بهترین جایی بهش مال کیه؟ داستان رمزی شیخ بهایی نقل میکنه. گفت نظر شما چیه؟ گفتن به نظر ما برسیسای عابد، اون مکروه هم انجام نداده، همه عمرش عبادت کرده، میشه جایی که اونو به ما نشون بده ای خدا؟ به زبان امروزه فکر کردن که مثلا تو خیابون فرشته توی پنتهاوسی، توی پنتهاوسی جایی برای چیه؟ برای این برسیسای عابد. نشون داد خدا به این ملائکه، دیدن که نه، جایی مثلا اون حاشیه شهر یه اتاق خیلی کوچیکی که به درد نخور، گفتن یا حضرت حق این جای برسیسا؟ گفت همینم هم به لطف ماست. بله. گفتن چرا؟ اون که اصلا مکروهی هم انجام نداده، اون که همش کار خیر کرده، عبادت کرده. گفت جبرئیل پاشو برو ماموریت. رفت پیشه برسیسا و برسیسا اهل داشت نماز میخوند. هی جبرئیل سلام میکنه، جواب نمیده. حالا اشاره ای میکنه، بعدید به این طریق نمیتونه اون نزدیک بشه. یه سجاده پهن کرد از اون بزرگتر، اگر برسیسا رکوعش مثلا یه رو بود، این کرد نیم ساعت، اگر سجودش نیم ساعت، این کرد یک ساعت، از اون بیشتر. خلاصه برسیسا جذب کی شد؟ جذب جبرئیل. بعد اومد سلام کرد و اینم به زور جواب داد، یعنی برو وقت ما مشغول نکن و فلان. بعد که فهمید این جبرئیله، گفت آخ 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 ببخشید منو، من حواسم نبود، نمیدونستم. گفت خلاصه میخوام برم پیش خدا، چیزی داری، حرفی داری برای خدا؟ دقت کن. گفت بله، فقط اگه به حضرت حق رسیدی، من این علف ها رو چندین سال نگه داشتم این دور کلبه هم برای اسب حق تعالی، میشه اون اسبش رو بفرسته که اینجا علف ها رو بخوره؟ جبرئیل خندش گرفت، حالا به زبان رمز دیگه. بله. گفت راست گفت حق تعالی، حق تعالی راست گفت، همون مقداری هم که به تو داده از سر لطفشه. تو یک عمر داری عبادت میکنی برای کسی که بگونی اسب داره، حد خدا رو مگه تو عبادت میکنی؟ بعد اینجا منظورم، تا متکی برای یک معرفت عمیق نباشه نیایش، متکی برای یک شناخت درستی نباشه، میشه این برسیس های عابد. بله. به همین خاطر در فرهنگ ما میگه تفکر و ساعتن خیر من 60 سنتن عبادت. یک ساعت تفکر درست از 60 سال عبادت ارزشمندتر. بله. چون جهت میده، مبنا میده، معنا میده. یکی از جایی که عطار چالش میکنه این داستانی که ابن عربی هم در فصوص لکم آورده، فصل نوحی. بله. اول اگه اجازه داستان من بخونم؟ دارید. اگر شما نکته‌ای ندارید، خواهش میکنم بفرمایید. میگه نوح پیغامبر چو از کفار رست، با 40 تن کرد بر کوهی نشست. بعد از طوفان پیامبر بزرگ
خدا نوح با چند نشسته بود من بود. بود یک تن زان چهل کس کوزگر، برگشاد او یک دکان پر کوزه در. جبرئیل آمد که میگوید خدای بشکنش آن کوزه ها ای رهنمای. جبرئیل اومد از پیش خدا گفت که هر چه کوزه داره بشکن این کافرا. نوح گفتش آن همه نتوان شکست، همش که نمیتونی بشکنی کوزه ها رو. بله. کیم به صد خون دلش آمد به دست، خون دل خورده تا این کوزه درست کرده اینا رو. گرچه کوزه بشکنی گل بشکند، در حقیقت مرد را دل بشکند. درسته کوزه است ما گل میشکنیم، ولی با شکستن کوزه دل کی میشکنه؟ این مرد کفاری که اینا رو با خون دل ساخت. باز اقدر فرد. باز جبریل آمد و دادش پیام، گفت میگوید خداوندت سلام. پس چنین میگوید او که نیک وقت. خدا میگه ایزنا به نو پیغمبر بزرگ ما، گر شکست کوزه ای چند است سخت، این بسی زان سخت تر در کل باب، که از دعای خلق را دادی به آب. همتی را بر همه بگماشتی، لا تذر گفتی و کس نگذاشتی. یک دکان کوزه بشکستن خطاست، یک جهان پر آدمی کشتن رواست. خود دلت می داده شیخ کبار، زان همه مردم برآوردند مار. کس پی آن بندگانی بیقرار، لطف ما چندان همی بگریز زار. که این زمانت در گرفت از گریه چشم، تومه رو از کوزه چندین. خب این تومه رو از کوزه چندین بخش. بعد عطار خودش میگه یارب این خود چه عنایت کردن است، این چه شکرن در شکایت کردن است. یعنی عطار میگه که از به زبان رمز، آیا همه کافران که میگه رب لا تذر علی الارض من الظالمین دیارا، این ابن عربی هم میگه و خدا به حضرت نوح میگه تو راضی نمیشی کوزه ها رو بشکنی؟ من چطور دلم میاد همه رو بریزم در جهنم؟ همینا کوزه های من هست. ببینیم میگم معرفت عطار چقدر دقیقه. بله. چقدر لطیفه. خیلی. و از این چیزا خیلی زیاد داره. خیلی. حالا وقتش نیست مطرح. بله درست میفهمم. آقای دکتر در تذکرة الاولیا، خب توی منظوم ها که ما میبینیم یک روندی تقریبا مکرر رو داره برای مناجات و ستایش، ولی در تذکرة الاولیا خود من خیلی توجهم رو جلب کرده که مثلا اگر هر عارفی رو معرفی میکنه، مثلا بایزید رو از زبان بایزید خدا رو ستایش میکنه، چون که ما یک کتاب نور بیشتر نداریم دیگه درباره بایزید، پس این مناجات ها نیست. یا از زبان رابعه که میرسه به قسم خودش، ابراهیم عطم به قسم خودش، آیا شما این مطلب رو تو چه حد تایید میفرمایید یا دربارش میتونید بیشتر به ما آگاهی بفرمایید؟ خواهش میکنم. من یک کتاب زیر چاپ دارم، امیدوارم که دو ماه دیگه در بیاد، در مورد عطار، که در واقع درآمدی معرفت شناختی تحلیلی بر آثار عطار از حیث شکل و محتوا و اینها. خب من تا تذکرة الاولیا که میدونید در واقع نوشته خود عطار نیست، بیشتر جمع کرده از این بر اون بر، لابلاش هم حرف خودش رو زده. آره از طبقات بنابر این شاهی دکتر، من متن عربی طبقات صوفی سلمی رو میخوندم، اینن مطالب همسان هستش. بله بله. بله. از طبقات صوفی هستش، حلت الاولیا ابو نعیم اصفهانی هست، از چندین جا که استادمون دکتر شفیعی توی تو شرکت کردن توی مقدمه تذکرة الاولیا بعضیاشو نشون دادن. بله. دیگران هم خب خیلی ها رو نشون دادن. بنابراین عطار در تذکرة الاولیا جامع در واقع، یعنی جمع کننده حرفهای دیگران در مورد بزرگان. خودش هم میگه، میگه من در آغاز بچگی میلی عجیبی در دلم بود نسبت به این طایفه، که روزی از بزرگ شنیدم که در حقیقت قصه های اولیا جنود خداست در دلها. بله. یعنی سربازان الهی است برای دلهای بیپناه. وقتی دلت میگیره، وقتی کم میاری، وقتی ببین مثلا ما همه الان از یک سرماخوردگی دچار مشکل میشیم. بله. یه روز فقر به ما رو میاره گریه میکنیم،
یه کرونا ببین چه بلایی سر ما آورده الان، تمام جهان رو مصیبت زده کرده. بله. همه در خود می‌برده. حالا اینو مقایسه کنید با کسی مثل مثلا بایزید بسطامی که اگر یک روز خدا بهش بلا نمی‌فرستاد، رو می‌کرد به درگاه هم گفت خدایا نان فرستادی خورش می‌باید. این چه روحی است واقعا؟ ما انسان‌های قرن 21 هر گونه مشکلی رو بلا میدونیم، سختی رو بلا میدونیم. یه آدمای اصلا میگم پیدا میشن تو این کتاب‌ها، میگن اصلا زندگی بدون مشکل بلمعطل بودنه. چقدر میتونه این نوع نگاه ما رو محکم بکنه؟ از این ور نگاه بکنیم، یعنی به بچه امروز یاد میدیم تمام عمر لبخند. آیا بچه‌ای که هیچ گونه چالش پیدا نمی‌کنه، هیچ گونه عطار اینا رو مطرح میکنه تو لابلای نیایشار، میگه موندم که آیا این که خلق دنبال دیده شدنند، همه میخوان دیده بشن، این بهتره؟ یا خدایا، از قول فضایل عیاض نقل میکنه، خدایا کاش که اصلا نام من هم در صحیفه وجود نمیامد، نه بر پیغمبران رشک میبرم، نه بر اولیا رشک میبرم، نه بر مسلین رشک میبرم، نه بر هیچ، الا بر یک عده. فضایل میگه بر اونایی که نیامدند اصلا. که همین مضمون رو این آقای وودی آلن گرفته، وودی آلن کارگردان معروف آمریکایی، در اون فیلم معروف مچ پوینتش به بهترین نحو استفاده کرده. که میگم این حرفای عطار واقعا حرفای خیلی مدرنیه. حالا اسمشو میخوام بذاره شما مثلا نیهیلیست، اگزیستانسیالیست، فلسفه، اینا نیست اصلا. عطار خودشه. 10 تا اون آقای سارت رو باید بیان مثلا یه چیز از عطار یاد بگیرم. واقعا ما خودباختگیه، نه اینکه اون بزرگ نیست، سارتر هم بزرگه، به هر حال کامو هم بزرگه، کانت هم بزرگه، همه بزرگن، ولی چی میشه که یک کسی بعد از 1000 سال، 800 سال، 700 سال هنوز وقتی میخونی ببینی نکته هایی داره که در تنهایی تو رو تقویت میکنه. حتی همین نیایش هایش که باید رنگشی داشته باشه، رنگه مثلا تعریف و تمجید، چون نیایش نه حرف خوب زدن دیگه، ولی به تو یاد میده که لازم نیست با خدا همیشه حرفای فدایت شدن بزنی، بیا حرف خودتو بزن. درسته. حالا نمونه باز براتون نقل میکنم که یعنی چه حرف خودتو بزن، یعنی چیکار کن. میشه به سبک خودمون نیایش کنیم با خدا؟ بله. خیلی نکته مهمی خوب دکترا. بله. یعنی یاد بگیریم که به سبک خودمون با خدا نیایش بکنیم. بله. اینو عطار میگه که بهترین نوع نیایش اونی که تو دردتو با خدا بگی، حرف دلتو با خدا بزنی. بله. توتیوار تکرار نکنی حرفایی که بهت میگن. بله. آقای دکتر، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقای دکتر، اگر قرار بر این باشه که شما مثلا 4-5 محور بیان بفرمایید که نیایش‌های عطار بر اونها استوار باشه، شما چه محورها در اون مایه‌های رو در ذهنتون دارید؟ یعنی چی بیان میکنه؟ بله، نیایش عطار خب یک سمتش که در حقیقت وجود شناختیه. بله. یعنی دریافتای خودش از جهان و در حقیقت اون چی که کیهان بهش میگیم ما. بله. یه بعد بزرگ نیایش عطار جامعه شناختیه. یعنی حرفهایی که در مورد مسائل اجتماعی میزنه، مسائل انسانی میزنه در واقع. مثلا فرض همون دیوانگان که شما عرض کردید یا مجال لغلا. یک بنده خدایی از سرما در رفته، تگرگ میباره، یخ زده همه جا، لباس نداره، رفته کنج یک ویرانه، بعد یه تگرگ درشت از غذا سخت نداریم ویرانه، میاد میخوره تو سر این بیچاره، بعد خون میندازه، همزمان از کنار دیوار این آجوری میخوره تو سر این میخوره، بعد رو میکنه با خدا حرف زدن. اینم نیایش دیگه. یعنی نیایش با خدا حرف زدن دیگه. بله. یه خدا یا زین نکوتر خش نتوانی زدن. یعنی اگر میخواستی خش بزنی در عالم، یه تگرگ بعد همین آجر. خب من چیکار کردم که دیگه لباس که ندارم، تو جامعه من جام که ندارم، خونه هم که ندارم، غذا هم که ندارم، اومدم کنج یک ویرانه که یه خش هم میخواستم دارم. بله. به همین خاطر استاد دکتر زرینکوب می‌فرمودن که عطار صدای بخش معترض جامعه است.
بله چقدر فرمودید که عطار صدای بخش مد، یعنی اون بخشی که میگه چرا باید. باز من داستانی عرض بکنم برای اینکه میگن الان خیلی خیلی مسائل طبقاتی مردم رو اذیت میکنه. یکی مثلا میره بستنی 3 میلیون تومانی میخوره، یکی نون نداره بخوره، این خیلی عطار اذیت. بله این بنده خدایی داشت میاد وارد نیشابور بشه، دید یه باغ بزرگ، یه باغی پر از میوه. گفت مال کیه؟ گفتم مثلا مال خواجه انور عطار. اومد جلوتر دید پر از گاو و اسب و گوسفنده. گفت این مال کیه؟ گفت مال خواجه انور مثلا عطار. اومد جلوتر دید یک بازار پر از طلا و نقره و فلان، این مال خواجه انور عطار. خلاصه همینطور اومد جلوتر یک کاخی دید خیلی بلند، نمیتونست بالاش رو نگاه بکنه. گفت این مال کیه؟ گفتم مال خواجه انور عطار. این کلاش برداشت انداخت بالا، گفت خدایا اینم بده خواجه انور، چرا سر من گذاشته اینو؟ یعنی اینم با اینو حرف زدن با خداست، دا حرف به جایی زد عطاره. خیلی میگه این چرا سر من، اینم بده خواجه انور دیگه، چرا سر من گذاشته اینو؟ حالا اگر اجازه بده، این محور سوم بود. محور چهارم نیایی که عمیق ترین بخش حرفای عطاره، حرفای درد دل خودشه. یعنی جهان، در واقع انسان، جامعه و خودم، خودم با خدا حرفای میزنه عطار که حقیقتا گاهی اوقات به اندازه یک لشکر با آدم قدرت میده. در تنهایی، در خلوت، میتونی مثل بمب انرژی هستی که آدم میتونی چقدر انرژی توش متراکمه، میتونی مثلا هیروشیما رو آمریکا با اون ناکازاکی رو نابود کرد، به اندازه همونا توش معنا عطار درج کرده. یه نمونهش رو گفتم. حالا الان با توجه به اوضاعی که جهان داره، مثلا رو به خدا میکنه میگه که خیلی جالبه، چون ز شورستان دنیا میرسم و سموم صد تمنا میرسم، روزگار خشک سال طاعت است. روزگار خشک سال، به خدا داره خطاب میکنه، طاعت است. این همه وقتی است، نه این ساعت است. تا چشمم به روزی که بشر نگاه میکنه، همه دارن مینالن، همه طلبکارن، همه میگن خدای چرا اینجوریه. چند نفر پیدا میشن میگن خدایا مرسی که من آفریدی، ممنون که به من سلامتی دادی، ممنون که لقمه‌ای دارم که میخورم، ممنون که محتاج کسی نیستم. همه دارن مینالن. به تعبیر شاگرد معنویش مولوی، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آنها یوهوی و نعره مستار و آرزو. یه نفر پیدا شد میگه شکرت خدایی که من رو روزگار خشک سال طاعت است. این همه وقتی است، نه این ساعت است. از همه خشک و ترین درویش تو تا عشق میارد به تحفه پیش تو، زشتیاغ تو ز آب عشق خیش، همچو اعرابی کنم پر مشک خیش. خاطرتون میاد به کجا زردگون اعرابی که فقیر بودن در مولوی مثنوی آورده، بعد گفتن که ما خیلی جان میبره برای خلیفه. آره یک مقدار آب تو مشکش میکنه و میگه آب چشمه خیلی خوب میبره پیش خلیفه هارون یا کسی دیگه، مأمون. بعد مأمون این میخوره میبینه خیلی آبش به درد نخوره. این قبل از اون که به فرات برسه، اینو پول بهش بدین 100 تا سکه طلا برش گردونید. بعد میگن یا خلیفه این چی داد که آخه؟ این اگر این بیاد آب فرات رو ببینه به اون زلالی و شیرینی، شرمنده میشه پیش من که قبیله برداشت برای من این مشک آب شور آورده. میگه خدای عطار، میگه خدایا اشکهای من اون مشک آب شور منه، نذار قبل از این که به فرات برسم آب روم بره. دقت بکنیم، زشتیاق تو ز آب عشق خیش، همچون عرابی میکنم پر مشک خیش. پس بگردن برنهم اون مشک را، بو که نقدی بخشیم این عشق را. آمدم از دور جایی دل دونیم، نقد رحمت خواهم از تو ای کریم. خدایا منم حالا نمیدونم چقدر وقت داریم دیگه، حالا اگر فرصت هست ادامه بدیم، اگر نه که دیگه ربع ساعت حدود در آقای دکتر، ربع ساعت جان، ربع ساعت 20 دقیقه. بله
بفرمایید. بسیار خوب، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. بله، اینجا گرچه هستم از معاصی اهل تیغ، رحمت خود را مدار از من دریغ. از اینجا باز اون بود سوم نیایشا که حرفهای دل خودم، من با خدا میخوام آروم بشم، میخوام معنا پیدا بکنم ازش، نمیخوام لقلقه زبانم باشه توتیوار حرفایی که بقیه گفتم منم بگم، میخوام درد خودم رو بگم. این اصل که عطار میگه با خدا حرفایی بزن که گیر داری باش، ازش راهنمایی بخوام. مثلا یکی از معانی که خیلی عطار باش درگیره اینی که این جهان از کجا آمده، ما داریم چیکار میکنیم، کجا داریم میریم. آیا یک بار شده برای خودت یک معنایی در بیاری؟ واقعا بفهمی که یک بار چرا آمدم به این دنیا من؟ میشه لغلغه باز گفت، مثلا گفت که بله ما ز بالای اون بالا آمدیم، ما ز دریای اون فلان. نه، خود تو اگه یقتو بگیرن بگن که واقعا معنی وجودی تو چیه، حرف تو چیه، نه حرف اون که داری تکرار میکنی. خب اینجا میگه که گرچه هستم از معاصی اهل تیغ، رحمت خود را مدار از من دریغ. ای جهانی جان و دل حیران تو، صد هزاران عقل سرگردان تو، گویی سرگشتگی داری تو دوست، کاسمان از گشتگی تو دوتو. میگن تو فرمودی که سرگشتگان رو دوست داری. نه آدم هایی که دلشکستن دردمندن تو دوستشون داری. و این آسمان که دوتو شده یعنی کمرش خم شده از شدت سرگشتگی است. حالا من میخوام با تو حرف بزنم. ای دلم هر جا بله عرضی ندارم، بفرمایید. خواهش میکنم. ای دلم هر دم ز تو آغشته تر، بله. هر زمانم بیش کن سرگشته تر، عقل و جان را جستجوی تو خوش است، در دو عالم گفتگوی تو خوش است. از اینجا وارد اون مقوله میشه، در تحیر ماندم در کار خویش. بله. در عارفی عارفی بیاد بگه که خدایا در تحیر ماندم در کار خویش، می بمیرم از غم بسیار خیش، دارم میمیرم از غم ها. چرا من دارم میمیرم؟ عطار از یک نفر نشیدم این حرف درست بزنه. هر کی رو میبینم یه افسانه برای خودش میگه. اینجا وارد اون بعد دیگر تفکر عطار میشیم. یعنی عطار کنار دست خیامی دیگه. درست. حیرت خیامی تفاوتش با حیرت عطاری چیه؟ ببینید باز من عرض میکنم نیایشه که مبتنی بر شناخت و معرفت نباشه یک پول نمیارزه، پول سیاه. چرا عطار حیرت رو به عنوان مقام ششم بین چی قرار میده؟ بین توحید و فنا. اون هفت شهر عشق عطار وقتی شروع میشه طلب عشق، معرفت، استقناست، توحید مقام پنجم، بعد میرسیم به حیرت، بعد فقر و فنا. واقعا کسی تا به حال تأمل کرده چرا عارف وقتی به وحدت میرسه باید از حیرت نجات پیدا بکنه، وقتی به توحید میرسه باید از حیرت نجات پیدا بکنه دیگه؟ چی میشه که عطار بعد از توحید حق مقام حیرت رو میذاره و بعد میرسه به فقر و فنا؟ جای دادن حیرت که مقام اصلی عطار اصلا. اگه عطار رو بخوام بگیم یک مقام در فرهنگ ما داره، مقام حیرته. چرا؟ هیچ یک از عرفای پیش از عطار و بعد از عطار الا روزبهان که تحت عنوان حیمان گذاشته، حیرت رو جز مقامات تصوف نگذاشتن. ما تقریبا 5 تا نظریه پرداز داریم که مقامات رو چی کردن؟ دستبندی کردن، بیان کردن. یکی همون در حقیقت خواجه عبدالله انصاریه در صد میدان و منازل و ساحلون و اینا، دیگران پراکنده کردن ولی یک جا نه. بعد از خواجه عبدالله و در حقیقت روزبهان بغلی که مشرب الارواح رو داره، مشرب الارواح مبتنی بر 1001 مقام، خواجه عبدالله صد میذاره تو صد میدان،
بعد توی مناظر ساحلی به 1000 میرسونه، روز با هم میرسه به 1001. هیچ کدوم از اینها حیرت رو مقام اصلی عرفان تلقی نکردن، اما عطار میاد مقام ششم میذاره، یعنی در فاصله بین توحید و فنا. خب چرا؟ اینجا رو دقیق بفرمایید. در تحیر ماندم در کار خیش، می بمیرم از غم بسیار خیش. بعد میگه چی؟ نیست در عالم ز من بی خیشتر، هر زمانم کم گرفتن بیشتر. پای و سر شد مه فرسنگ مرا، غم فراخ آمد دل تنگ مرا. بعد میره به احوالاتی که خودش پیدا میکنه، میگه که شبی اونقدر شاد میشم که مثل صد بهار شکفته میشم. بله. و باز شب دیگه چنان گرفته میشم که مثل یک گور در خودم جای ندارم. خب این نوع مناجات ما نداریم، اینو مناجات ها رو، قبض و بست ها رو، یعنی خود شما نداریم. یه بار به قول اون دوست ما اینقدر شاد میشید که میخواید خودتون از طبقه چهارم پرت کنید پایین. یه دوستی ما داریم، حالا برای خنده رو دل دوستان بیاد، میگفت، نقل میکرد، میگفت من شبها اینقدر خوشحال میشم، کیف میکنم که میخوام خودم از طبقه چهارم پرت کنم پایین. تو این زمانی کرونا نمیدونم. بله. یکی دیگه هم باز بود از استادا، خانم دکتر اینو بگم، دیگه استادا میگم من صبح که اونم استاد بود، صبح که چشم باز میکنم میگم خدای چرا باز شد، چرا نرفتم دیگه، باز دوباره شبات کنم چی رو ببینم. ما خودمونم تو این کش و قوس. بله. حالا بیام یه نیایش پیدا کنیم برای این زبان خودمون. بله. عطار نو ما میگه درسته. آقای دکتر درباره حیرت که فرمودید که مثلا روزبهان اشاره نکرده، حالا من فکر می‌کنم شاید نمی‌دونم غافل بوده از اشاره کردن یا به هر دلیل دیگه، چون اگر که شما مثلا کشف الاسرار روزبهان رو ملاحظه بفرمایید، خب تماما تجربه‌های عرفانی روزبهانه و هر جا که با یک واقعه‌ای با یک مکاشفه‌ای روبرو شده کاملا حیرت خودش رو نشون داده ولی بیان نکرده، یعنی نامی از حیرت نبرده، ولی بارها گفته که با خود گفتم مثلا که این کیست، این مثلا فلان پیامبر یا این خداست یا این مثلا دریای قدس چی رو به روی من. آیا اینها رو هم میتونیم حیرت حساب کنیم دیگه؟ بله. سرگشتگی بر... بله ببینید اصلا تو در مورد حیرت که خب همشون حرف دارن. بله. همون کشف الاسرارش، بقیه کار، بقیه هم در مورد حیرت حرف دارن، منتها یک مقام مخصوص در تصور. آها. در اون سلوک ها یه مقام اختصاصی به حیرت بدی اون عرض میکنم. بله. ولی خب در هزار یک در مشرب الارواح مثلا تحت عنوان قلق، مقام قلق. بله. یا فرض کنید که مقام حیمان دار اشارات میکنه. بله. ولی مثل عطار که گرانیگاه سلوک رو، گرانیگاه سلوک رو، بله، قبل از فنا برای حیرت داره، اون نه اجور نداشته. درست. خب آقای دکتر اگر بله همه شون در مورد حیرت، بله، اگر قرار باشه بهترین بخش از تحمیدی های عطار رو حالا به سلیقه خودتون بیان بفرمایید، فکر میکنید کدوم هست؟ چون یه سیر چی رو میفرمایید دوباره؟ کدوم یک از نیایش های عطار رو بیشتر میپسندید و فکر میکنید اوجش در مثلا در این کتاب بیان شده؟ بهترین نیایش نامی عطار. بله دقیقتا سخته، ولی خب عطار در دیوانش خیلی نیایش‌های قشنگی داره، فوق العاده زیباست نیایش‌هاش. بله. در آغاز منطق الطیر، بله، بسیار زیبا وارد این نیایش‌ها شده، چون وقت کمه من خواستم اون لب به مطالب بله. بگم. بله. نمونه هاش حالا آره. در الهی‌نامه داره خیلی خوبه. بله. در اسرارنامه که هنوز پخته نیست خیلی، عطار اون پختگی دوران کهولت رو نداره، حرفاش خیلی زیباتره، اما خب اوج این نیایش ها در همین مصیبت نامه است که خودشون نشون میده. بله بسیار عالی. زمین آره به نظر من در مصیبت نامه، ولی این نکته هم گفتنی است که من
به ترتیب بندی زمانی آثار عطار اعتقادی ندارم. تو اون کتابی که عرض کردم انشالله دلایلمو گفتم. آقای دکتر یه سوالی، حالا من شانس اینو دارم که در خدمت شما هستم، یه سری سوالات رو برای خودم حداقل بپرسم و استفاده کنم. خب توی نیایش ها که خب خیلی صحبت از صفات خداوند میشه، شما فکر میکنین که عطار چقدر موفق بوده برای تبیین اسما و صفات الهی در مناجات های خودش؟ بسیار خوب. ببینید ما چهار مرحله داریم دیگه در رابطه با حق تعالی. یکی مرحله ذاته، یکی مرحله صفاته، یکی مرحله اسماه، یکی مرحله افعال، که با توجه به این چهار مرحله میرسیم به نیایش هایی که مرتبه توحید ذاتیه، به توحید صفاتیه، به توحید اسماییه و توحید افعالی. اون نیایش هایی که مرتبه به توحید ذاته، اونا رو عطار خیلی مختصر و پوشیده میگه. بله. چون میگه کسی درک نمیکنه اینا رو، سخت. اونا که مربوط به صفات مقدار بازش میکنه، بیشتر توضیحش میده نیایش ها رو. ولی بیشترین در حقیقت جلوگاه نیایش های عطار مرحله توحید افعاله. بله. که این جهان باشه و اسما، اسمایی که هر کدوم مبین یکی از این فعلا هستن. بله. مثلا اسم رزاقیت برای فعل رزق. بله. و صفت مثلا عالمیت. بنابراین میشه در یک مربعی در حقیقت عطار رو وسط گذاشت و از هر نوع هر چهار نوع نیایشش، نیایش هایی که واقعا مربوط به ذات حق تعالی است. مثلا وقتی میگه که ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، یا من چرا، خیلی اینا رو آدم اصلا فقط باید گریه کنه اینجوری بخونه، از شوق و نه از حیرت، درد مثلا نورا حیرت. آفرین. به همین خاطر اصلا خانم دکتر عطار چهار آدم های خاصه، چهار آدم های خاص در طول تاریخه. یه آدم هایی که یک دغدغه‌ای دارن. ببینید حالا من اینو عرض بکنم که دو تا عنصر در عطار بیشترین بسامد رو داره، یکی عشق، یکی درد. یعنی اگر ما کلمات عطار رو از نظر سبک‌شناسی ادبی ردیف بکنیم، دو تا کلمه بیش از همه تکرار میشه، یکی کلمه عشق، یکی کلمه درد. که حالا دم افطار یاد ربنا رو بکنیم و اونجا که مثلا میخونه که درد بر من ریز و درمانم مکن، چون که درد تو ز درمان خوشتر است، آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. چون وصالت هیچ کس را روی نیست، روی در دیوار هجران خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است، خشک سال عشق تو بینم مدام، لاجرم در دید طوفان خوشتر است. همینطور میگه این درد و عشق در عطار که اساسی ترین واژه است، به چه معناست واقعا؟ ربطش با نیایش در یک کلمه، درد در عطار به این معناست که خدایا یه مرگم هست ولی نمیدونم چیه. به زبان امروز اگه قم حرف بزنیم، پول دارم، شغل دارم، زندگی مشکلی نداره ولی بیتابم، چیکار باید بکنم؟ یعنی بخش عظیمی از نیایش عطار چه کنم اونی که با خدا میکنم، چه کنم. یه چهارراهی هست توی خراسان ما خانم دکتر، قبلا بود به نام چهارراه چه کنم. بله. یعنی میگفت طرف رفته چهارراه چه کنم گیر کرده. عطار میگه خدایا اونقدر چه کنم من رو. و این ناشی از فهم زیاد عطارها. آدمی که خیلی بفهمه حیرتش بیشتر، آدمی یک دست اصلا حیرت نداره. ما هر چی بیشتر میفهمیم، عمیق‌تر میفهمیم، نیایشامون غنی‌تر و در عین حال با خدا خودمانی‌تر میشه. بله. یعنی آقای دکتر در نهایت میشه گفت اون شاخصه اصلی طرز بیان نیایش در آثار عطار میتونه سمبولیسم باشه. بله.
بله. هم سمبولیسم عطار خیلی مهمه، هم متدولوژی کارش، چون میترسه اینا رو بگه، در واقعا میپیچونه. بله. شما هرگز نمیتونید عطار رو دست میکنید تو آثار عطار در میگن بفرما. بله. تا خوب باش آشنا نشید، با این دوایر مرتبط آشنا نشید، امکان نداره از عطار چیزی در بیارید. بسیار عالی، انشالله که زیر سایه استادانی نظیر شما ما بتونیم گنج ها دست پیدا کنیم. آقای دکتر اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید که دیگه بحث رو به اتمام برسونیم. خواهش میکنم. من چون الان معتقدم که در واقع سرمایه اصلی فرهنگ ما بله همین ادبیات ما بله بله. و این ادبیات واقعا به تعبیر شما یک گوهر گنجخانه است که متاسفانه نسل امروز خیلی باهاش ارتباط نداره، باید به این گوهرخانه رو راهش رو نسل جوان باز بکنیم. بله. با حرفای تکراری، با تست، با اینا نمیشه. بله. باید جوان رو درگیرش بکنیم که بره از اینا استفاده کنه، هویت خودش رو، معرفت خودش رو و در حقیقت جهان خودش رو با اینها همسازی بکنه، همسانسازی بکنه و یه سرمایه داشته باشه که به راحتی در برابر این چیزهایی که شما الان تحت عنوان نیایش در عالم میبینید، مثلا طرف حرفای واقعا بی ربط میزنه اما 10 میلیون فالوور داره. بله. اما وقت میبینیم مثلا عطار 5000 تا 4000 تا مثلا. چرا؟ چون این درست معرفی نشده. از این جهت از دست اندرکاران خانه اندیشمندان علوم انسانی، سروش مولانا و دوستان دیگه ای که سر به سایه فکن و همه حالا ممکنه درست ندونم، تشکر میکنیم واقعا که یه دریچه گذاشتن برای آشنایی با این بزرگان که بشه اینها رو از اون غربت متاسفانه غمگینی که درش گرفتار شدن در بیان و برای نسل امروز پیام‌آور معنا و معنویت باشه. انشاءالله. آقای دکتر سپاس بیکران من رو بپذیرید. برای شما آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم که سالهای سال سایه علم و دانشتون گسترده باشه بر سر دانشجویان طالب به واقع. و خیلی زحمت کشیدید، وقت گذاشتید. عصرتون بخیر، طاقاتتون مقبول. و من هم اگر اجازه بدید از خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن سروش مولانا و سرو سایه‌فکن نهایت تشکر رو دارم. برای شما و دوستانی که ما رو همراهی کردن آرزوی تندرستی میکنم. اگر فرمایشی میکنید من حضور شما و سایرین خداحافظی کنم. تشکر میکنم از سرکار عالی و همه دست اندرکاران و بینندگان عزیزی که همدل و همراه با ما بودند. خیلی هم ممنون از شما.